بازم سلام. در ویژه برنامه نوروزی یک فنجان قهوه، از ویژه برنامه نوروزی یک فنجان قهوه در فستیوال نوروزی در خدمتتون هستیم. برنامه‌مون زنده است و مثل دیروز که مهمونای مختلف داشتیم توی برنامه‌مون، امروز هم افتخار اینو داریم که یه عزیز دیگه در کنار من نشستن که ازشون خواهش میکنم خودشونو معرفی کنن و یه کوچولو در مورد کاری که انجام میدن صحبت کنن برامون. خواهش میکنم. سلام خدمت شما، من رولاند یوسف هستم. من از CIBC هستم، در غرفه داریم اینجا از CIBC. من دیگه چه سوالی داشتین چی بود؟ CIBC یکی از اون غرفه بزرگاست اینجا. یه چادر قرمز رنگ خوشگل زدن وسط مال و کمتر کسی هست که از اینجا رد بشه و توجه نکنه و نره از کارشناسا سوالی بپرسه. در هر صورت خب شما یه بانک هستین و سرویس‌های مشخصی داره بانک. شما اسپشیال خاصی، در واقع چیز خاص، آفر خاصی داری؟ من هیچ سعی میکنم فارسی حرف بزنم، بالاخره یه کلمه این وسط میگم. بله منم. در مورد این که حالا نوروزه و عیده و شما شرکت کردین در واقع در این فستیوال، هیچ چیز خاصی هست که قبل از حالا توضیحات دیگه بفرمایید؟ بله، اولا اجازه بدید من یه بار دیگه از اول شروع کنم، تشکر کنم به آقای خسروی که این زحمت رو کشیدن و همتون از شما یه فنجان قهوه که این برنامه رو گذاشتید. خیلی قشنگه، خیلی ممنونیم از تمام هموطنانم که میان و ساپورت میکنن هم اینجا رو، هم ما رو، هم همه غرفه‌ای که اینجا داریم. من همطور که شما فرمودید از CIBC هستیم. ما CIBC مثل غرفه‌های دیگه نیست متاسفانه، ما پول میفروشیم سیمپلی و ریتی هم که ما داریم الان پول میگیرین آقا، پول نمیفروشین که هم میگیریم، ولی خب به هر حال با نرخ کمتر به شما پول لاین داریم. الان بهترین چیزی که الان میتونین، من مسئول وام هستم، متخصص وام مسکن هستم. الان ریت های CIBC یکی از بهترین ریت هایی که تو کانادا هست الان هستش. شما لاین آف کردیت سیکیورش، اگر بخواین لاین آف کردیت به فارسی نمیدونم چی میشه، ولی line of credit، وام اعتباری که به خونتون وصل هستش، اگه با خونه بخواییم بگیریم رو الان اتفاقا خیلی برای یک سال ما الان به پرایم میدیم، یعنی 2.7 اون یکی هستش. برای هم اومده پایین، خیلی اومده پایین الان. جدیدن اینطوری شده؟ بله، اول پرایم پلاس 7 یا پلاس 1 بود، الان برای یک سال شما اگه بخواییم رو بگیریم فکر کنم پرایم الان رو پرایم اومده که مشتری های جدید بگیرن سمپلی. و در پروگرام هایی که دیگه ای داریم، ما بیشتر در مورد نیو ایمیگرانت ها هموطنان از این که تازه اومدن ما خیلی پروگرام خوبی داریم. به توجه نیو کامرا، بله 35% اگه داشته باشن هیچ سوال دیگه ای ندارن و خیلی راحت برای خونه خریدن، برای خونه خریدن 35% از پول بانکو پول خرید و دان پیمنت در واقع بذارن، شما تضمینی بهشون وام میدیم. وام میدیم بله. حتی اگر شغلی نداشته باشن؟ شغل احتیاج نداره داشته باشن، برای اینکه نیو کامرن. اوکی، بعد نیو کامرن بیسد آن روی قانون CIBC کسی که 5 سال قبل 5 سال تو کانادا هستن، یعنی از 5 سال کمتر تو کانادا باشن نیو کامر. چه جالب، من اصلا نشنیده بودم اینو. بانکای دیگه 3 سال هستش ولی مال ما 5 سال هست. بعد پروگرامایی که دیگه ای داریم، ما میتونیم حساب، اگه بیان، البته کار من حساب باز کردن نیست، ولی حساب باز کنید الان خیلی چیزای خوبی دارن. یکی از همکارای ما تو غرفه $25 داشت گیفت کارت میداد که فقط شما کافی بود ورقتون رو ببرید به برانچ نشون بدید، ورقه مورگیجی که دارید به برانچ نشون بدید، بهتون $25 گیفت کارت میدادن. ریت های ما به هر حال بهتر از هر جای دیگه است. سیمپلی خیلی هم عالی و خوب. در هر صورت یک برند کاملا شناخته شده است در کانادا و کاملا قابل اعتماده. خب جناب یوسف، من میخواستم که در مورد کار و بیزینس و اینا یه صحبتی بشه، در مورد نوروز برامون بگین. شما خیلی وقت خارج از ایران زندگی میکنید؟ بله، من از سال 86 از ایران اومدم بیرون و متاسفانه نرفتم هنوز ایران. ای بابا. بعد خیلی از این برنامه نوروز هر سال که اتفاق میفته خیلی یه جوری آدم میشه، دلش میخواد، دلتنگ میشه که آدم
ببینه. متاسفانه دلیل نرفتنم ایران هم که کسی دیگه نداریم تو ایران ما بریم. متاسفانه بیشترشون از ایران خارج شدن، بیشترشون خارج شدن، پدر مادر اینجا هن و فامیل همه اینجا هن، دیگه کسی رو نداریم. ولی به هر حال من سال نو رو به همه هموطنانم چه داخل چه خارج از ایران تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی پربار و برکتی برای همه باشه. خیلی ممنون، انشالله که برای شما همینطور باشه. حال هوای فستیوال رو چطور دیدین؟ خداییش خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. این یعنی مخصوصا برای این بیلدینگ که الان ما توش هستیم یه ادورتایزمنت، یه تبلیغ مجانی هستش اینجا برای این چیز. با تشکر از آقای خسروی که این زحمت رو کشیدن و البته اینجا رو گذاشتن، دستشون در نکنه برای بعد. و غرفه های خیلی قشنگی هم هستن، از همه هموطنان میخواییم که تشریف بیارین اینجا و غرفه های جدید. برای بیزنس های خودمون رو باید ساپورت کنیم دیگه، خودمون باید خودمون. بله دقیقا، هر چقدر که برگزار کننده ها زحمت بکشن و تلاش کنن، اگر که مورد حمایت همیهیان و همزبانای عزیز قرار نگیره رونقی نداره. درست. و در واقع رونق این فستیوال به حضور شماست و به حضور مردمه. کاملا درست. وقتی که شبا اینجا برنامه موسیقی هست و همه جمع میشن و بله خیلی خوبه، خوشحالی میکنن و شادی میکنن. من میبینم که خیلی ها میان کنار این سفره های هفت‌سینی که اینجا درست شده و انداخته شده میان عکس میگیرن، بچه‌ها کلی ذوق دارن، جایزه میگیرن. همه اینا رو در کنار هم میذاری میبینی که این حضور مردم در کنار همه که اینو شکل درست. داده. کاملا درسته. بله اگه ما بدون مردم به قول معروف فایده نداره دیگه. ما هی بگیم CIBC یا بگیم مثلا هر چی میفروشیم، مردم باید بیان ساپورت کنن، کمک کنن. به هر حال میگن یک دست صدا نداره. به هر حال ما باید با ای بیشتر بهتر هم میشه برای تو جامعه کانادایی، تو جامعه کانادا هم خیلی معروف تر میشیم اگه مردم اون پشت سر ما باشن. خیلی خوبه. هر سنفی، فقط ما نیستیم، این بانکو نمیگه، هر سنفی ایرانی مردم ساپورتش نکنن، مردم خودشون ساپورت نکنن، دیگه فایده نداره دیگه. جناب رولاد، اگر که به غیر از بانکداری قرار بود یه شغل دیگه رو انتخاب کنین، چه شغلی رو انتخاب میکردین؟ الان به نظر میرسه که شما این مدت به این طولانیگی تو این قضیه هستین و با تجربه این، ولی خب الان داشتم فکر میکردم که توی فضایی هستیم که انواع اقسام مشاغل دوربرتون هستن و تو این چند وقته با انواع اقسام آدم ها برخورد داشتین از نزدیک و جدا از قضیه بیزینس بوده، یه حالت دوستانه داشته. تا حالا شده که فکر کنین که دوست داشتین یه کار دیگه میکردین؟ سخت بود؟ نه سخت نبود، ولی من ایژوکیشن و تحصیلاتم تو علوم سیاسی بود، علوم سیاسی خوندم. ولی اگه بخوام اونجوری بریم، من خواستیم از ایران وقتی درس میخوندم من دوست داشتم وکیل بشم، ولی خب هیچ وقت دنبالش دیگه نرفتم. اومدم اینجا تو کانادا شروع کردم به علوم سیاسی. اونم متاسفانه اینجا اون موقع که ما تازه اومده بودیم سخت بود، یعنی تازه هیچ کی نبود اینجا. درسته. تنها بیای 21 دو ساله کشته بیای اینجا شروع کنی کار کردن و درس ما ادامه اونم ندادیم. علوم سیاسی هم دنبالش نرفتیم بریم وکیلی چیزی بشیم. بعد ولی این کاری که من دارم و واقعا دوست دارم. من قبل از اینجا هم با RBC کار کردم، بعدش اومدم تو این 12 سال تو CIBC، 10 سال تقریبا تو CIBC. ولی کار به هر حال باید کرد دیگه تو این کشور. درسته. دیگه مهم اینه که اون کاریو که انجام میدین ازش لذت ببرین. بعد یه سوال دیگه، شما وقتی که هم یکی از هموطنانتون مراجعه میکنه برای این که بخواد حالا از اون سرویسی که شما دارین، که شما فرمودی تو بخش مورگیج و وام فعال هستین، براش یه در واقع تسهیلات اضافه تری قائل میشین، یه امتیاز بیشتری بهش میدین، یا براتون فرقی نمیکنه؟ منظورم اینه که مشاوره بیشتر بدیم، بله، یا مثلا تلاش بیشتری کنیم که حالا پایین تر بگیره ریتو، نمیدونم. بله کلا اتفاقا اگه هموطن ایرانی مثلا ما میبینیم بیشتر وقتا تو برنچ هایی که ما میبینیم میان، خب آف کورس که اون مثل فامیل آدم میشه که نمیشه به اونو بذاریم کنار بگیم نه شما مثلا جوهو هستین. ولی هموطن میاد، خب بیشتر بهش کمک میکنیم، بیشتر بهش توضیح میدیم، بیشتر سعی میکنیم اون ریت کمترین پاسیبل ریت که هستش رو بهشون بدیم. و تو همه چی، تو حتی اگه مثلا کار من هم نباشه میخواد ویزا بگیره یا میخواد ماشین بخره، کمک میکنیم که به رایت پرسن معرفیشون میکنیم و میفرستیم جایی که باید
به هر حال کارمون اینه تو ایران از ایران جدا املاقا به ایرانی کمک کنیم. بسیار عالی و خوب و واقعا باعث افتخار هستن ایرانیایی که از خیلی وقت پیش اومدن و مطمئنن در یک کشور غریب سختی های زیادی رو کشیدن تا بتونن جا بیفتن، پیشرفت کنن. الان خب خیلی راحت تر شده یه جورایی به خاطر تعداد زیاد ایرانی ها و مشاغل ایرانی که دور و بر هست. در هر صورت دستتون درد نکنه که هوای هممیهنانتون رو دارین. پیشا پیش تحویل سال نو و سال جدیدم بهتون تبریک میگم. برای شما و همه امیدوارم که شادی داشته باشین و ممنون هستیم در خدمتتون تا آخر برنامه. تشریف بیارین غرفه ما هم دیدن کنید. بله من که مرتب میبینم غرفه شما خیلی بزرگ مشخصه. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. بهتون بخیر. ممنون از حضورتون. متشکرم. خیلی ممنون.